عرض سلام و احترام حضور همه بیننده های عزیز، امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. با کمال مسرت فراوان اطلاع یافتم که خلم در درازنای تاریخ اثر گرانوزن جناب عالی قدر قاضی صاحب عبدالحی تاشقرغانی بار دوم توسط انتشارات خانه مولانا به زیور چاپ آراسته شده و در خدمت شایقین و اهل مطالعه قرار گرفته. این دستاورد بزرگ علمی و تاریخی را نخست برای قاضی صاحب عبدالحی تاشقرغانی و برای تماما شفتگان علم تاریخ و اهل مطالعه از صمیم دل تبریک و تهنیت میگم و از دوستا و عزیزان و ورجاوندانی که در حیثه نشر و چاپ دومی از این اثر ماندگار در خانه مولانا همکاری کردند، مساعدت کردند، از ایشان تشکری و سپاسگزاری میکنم و این دستاورد کلان علمی و تاریخی را برای تماما جامعه روشنفکری بلخ و افغانستان تبریک و تهنیت عرض کرده برایشان آرزوی سعادتمندی و سلامتی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. به نام آن که دل کاشانه اوست، زبان گرد متاع خانه اوست. عرض سلام و درود دارم به همه دوستان و بینندگان یوتیوب چینل آینه خلم. در فرصت اندکی که هست پیرامون نشر کتاب خلم در درازنای تاریخ صحبت خواهیم کرد، کتابی که به وسیله محقق بسیار متعهد جناب آقای عبدالحی کاظم تاشقرغانی به نگارش گرفته شده و اخیراً ویرایش دوم این کتاب به وسیله بنیاد مولانا جلال الدین محمد بلخی طبع و نشر شد که جای بسیار مسرّت است. البته در روزها یا هفته هایی که این کتاب چاپ شد، ما شاهد چاپ آثار آفرینشی و همین گونه پژوهشی فراوانی بودیم که جا دار از اونها یاد شوه و قدردانی به عمل بیایه از کسانی که در این راستا کار کنند. در هفته گذشته که خلم در درازنای تاریخ ویرایش دومش منتشر شد، ما شاهد چاپ کتاب‌های بسیار ارزشمند و ذی‌قیمتی بودیم. مثلا بنیاد استاد مایل هروی مجموعه آثار جناب استاد را با ویرایش جدید منتشر کردند که کار بسیار در خور تحسین و ارزشمند است. همین گونه متون نثر تاریخی از استاد عزیز عمر قانونی منتشر شد و عاشق دیرینه اثر استاد محمد ناصر ظریفی به شیوه درسنامه‌ای و دانشگاهی تدوین و منتشر شد که من خوشبختانه افتخار مرور این اثر را داشتم. اثر زنده پرست به همت تمنا توانگر پیرامون زندگی و فعالیت‌های بسیار ارزشمند جناب آقای جعفر حسینی، دوست و عزیز همه ما، منتشر شد که در نفس خودش کار بسیار ارزشمندی بود و ما در این اثر هم یادداشتی داشتم. آثار آفرینشی که ازش یاد کردیم از بین گزاره‌های ممنوع اثر آقای شیون شرق بود.
اثر مبتلا به سقوط از آقای نور محمد نورنیا بود، گزیده شعر. رقص در مسجد از خانم لیلی غزل و همین گونه کارگاه بودگری از منیر احمد بارش دوست عزیز ما به بازار کتاب و در قفسه های کتابخانه های که متاسفانه حالشان در افغانستان زار هست به بازار آمد. اما این کارها در واقع با آدم انگیزه میده، جرأت میده و امید میده تا خوشبین باشیم که هیچ وضعیتی و هیچ شرایطی نمیتونه نویسنده ها و پژوهشگران و کسانی که اهل فکر و فرهنگ هستند اینها رو متوقف بکنه. بنان از این مقدمه که بگذاریم در مورد خلم در درازنای تاریخ باید صحبت های بخار ساختاری و پیرامون محتوای کتاب باشه که ما در دو سه دقیقه عرایزم را خدمتتان تقدیم میکنم. آقای عبدالحی تاشقرغانی حدوداً دو دهه درگیر و مصروف نوشتن این کتاب ارزشمند بودند که در ذات خودش یک دایرة المعارف است برای خلم و حوزه تمدنی ما. ما از سالهای بسیار دیر و دور یاد دارم که آقای عبدالحی تاشقرغانی پیرامون تاریخ خلم و وضع سیاسی فرهنگی خلم، همین گونه اوضاع اقتصادی خلم و بناهای تاریخی خلم، حتی پیرامون تولیدات صنعتی و آثار دستی خلم درگیر بودند. من آخرین ویرایش این کتاب را که خواندم هنوز جا داشت با توجه به ساحه گسترده و وسیعی که آقای تاشقرغان انتخاب کرده بودند چیزهای ایزاد و کم شود و طبیعی بود یک مقدار از مفاخر و مشاهیر خلم در این کتاب یاد شده بود که نیاز به غنامندی بیشتر داشت. خوشبختانه در 5 سال گذشته این مأموریتم آقای کاظم تاشقرغانی به بسیار وجه احسن انجام دادن و امروز کتابی که در دست داره کتاب فوق العاده ارزشمند و یک تحقیق بنیادی در تاریخ و فرهنگ و فکر خلم و در مجموع این خطه باستانی